نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، شعاری که این بار در بهبهان پیچید. اعتراض به سیاست‌های منطقه ایران در شهرهای کوچک چه پیامی دارد و مخاطبش چه کسی است؟ این سوالمان از دو میهمان برنامه امشب است. در ادامه برنامه 60 دقیقه. دستاورد امید بخش در مبارزه با کرونا، طبق نتایج اولیه واکسن دانشگاه آکسفورد بدن را ایمن می‌کند. از همراهی با سپاه قدس تا بالای چوبه دار، محمود موسوی مجد قربانی جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل شد یا تسویه حساب داخلی؟ تور ماهی صیادان ایرانی در آبهای سومالی، دیدبان جهانی ماهیگیری گفته بزرگترین صید غیرقانونی در جهان است. و اولین مأموریت فضایی امارات متحده به سوی مریخ، کاوشگر امید راهی سیاره سرخ شد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. تازه ترین اعتراض ها در ایران در شهر کوچک در استان خوزستان نمود پیدا کرد در بهبهان. اتفاقا یکی از میدان های مرکزی بهبهان در اعتراض های خونین آبان سال گذشته هم کانونی ملتهب بود، با تصویری از ساختمان بانک ملی در میدان مرکزی شهر که در میان شعله های آتش می سوخت. 10 سال است که اعتراض ها در ایران در کنار شعارهای علیه فقر و فساد به سیاست های منطقه ایران هم کشیده. در بهبهان 5 روز پیش شعاری ملی گرایانه تکرار شد که سالهاست در هر اعتراضی در شرق و غرب و شمال جنوب ایران کم و بیش شنیده می شود. نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. چرا مردمی معترض و جان به لب رسیده در شهرهای دورافتاده حضور منطقه جمهوری اسلامی ایران را به چالش میکشند؟ فشار اقتصادی خرد کننده و فقر گسترده چقدر به این موضوع مرتبط است؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از مهرزاد کهنروز. تنگ غروب است در بهبهان، پنجشنبه شبی در تابستان. اینجا این وقت شب در گوشه ای از جنوب غربی ایران، استان خوزستان، معترضانی در خیابان نام ایران را فریاد می زنند. خسته از وضع اقتصادی، اوضاع معیشتی، بیکاری، ناامیدی، این معترضان چه می خواهند؟ چه می گویند؟ طرف صحبتشان کیست؟ همان شهر، همان میدان، پاییز گذشته، آبان مرگبار. بهبهان یکی از ده ها شهری است که شاهد اعتراض های ضد حکومتی و ساختار شکنانه بوده. صدها نفر در جای جای ایران کشته شدند. مردم بهبهان با خشونت و نارامی و جنگ غریبه نیستند. در ماه محرم اینچنین در مشهد خیش به شهادت نشستند. مدرسه ای رو که ملاحظه می کنید، مدرسه راهنمایی شهید حمدالله پیروز بهبهان است. آبان ماه 1362، 37 سال پیش، در بحبوحه انقلاب، مدرسه زیر موشک دشمنی خارجی صدام حسین عراق بعثی قرار گرفت. بیش از 70 دانش آموز کشته شدند. سکوت مرگبار جوامع بین المللی خود دلیلی بر حقانیت و مظلومیت مردم این شهر. مردمان بهبهان و ده ها شهر دیگر که امروز کانون اعتراضات هستند، حالا با نیروی دیگر می جنگند. آنها می گویند حکومت آخوندی نمی خواهند و شعاری ظاهراً جنجالی تر در نظر حاکمان ایران. یک شخصیت نزدیک به دولت ایران از این شعار خشمگین است. او میگوید جانم فدای ایران شعار خیابانگردی های شبانه نیست. به گفته او مرام مردان و زنان بزرگ در جدال با خون آهن در دفاع از میهن است. او هم قاسم سلیمانی را هشتگ کرده و هم عکس او را گذاشته. عکس پرنفوذتر نظامی سابق ایران در منطقه، برند ایران در خاورمیانه. من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان. چهره تعیین کننده و همزمان پرحاشیه.
برای بسیاری او سرداری بود بزرگ و مایه غرور، بازی خان و بازی ساز، و برای مردمان در منطقه نمادی بود از استراتژی توسعه طلبانه و دخالت جویانه ایرانی. همپیمان سنگین وزن متحدان منطقه ایران و عامل کشتار بسیاری در منطقه. عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. کشتن قاسم سلیمانی رهبران ایران را عزادار کرد. آیت الله خامنه ای صاحب عزا. اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا وانت اعلم بهم منا. نشانه از اینکه جمهوری اسلامی ضرر بزرگی خورده. اللهم ادخلهم برحمتك برضوانك. اما همانقدر که این ضربه برای تصمیم گیران، رهبران و حاکمان ایران سهمگین است، برای بخشی از جامعه چندان معنایی ندارد. با این شعار ابوالفضل علمدار، معترضان وضع موجود از ایران میگویند حکومت از جمهوری اسلامی و انقلاب. معترضان از کشور حرف میزنند حکومت از جغرافیایی فراتر از مرزها. این سالیان با رفتن او دو قطبی سرنوشت ساز حالا جدالی سنگین میان بخش بزرگی از مردم و هرم بالای قدرت در نظام جمهوری اسلامی. جدالی که دور تازه آن از 3 سال پیش شروع شد، دی ماه خشم. در میان اعتراضات 19 دی ماه واکنش تند آیت الله خامنه ای. در دل اعتراضات و در روز حمایت نمایندگان آمریکا از معترضان، رهبر ایران هم به آمریکا و اسرائیل حمله کرد، هم به قول خودش به یکی از دولت‌های خرپول اطراف خلیج فارس، ظاهراً عربستان، و هم به مجاهدین خلق که او آن را ضلع سوم داستان خواند. پیامی هم داشت برای معترضان و ناراضیان داخلی، به ویژه آنها که شعار جانم فدای ایران سر می‌دادند. این بیچاره‌های بازی خورده بدبخت روسیه در داخل، از یک طرف گفتن جانم فدای ایران، از یه طرف پرچم ایران رو آتش زدن. بی عقلا نفهمیدن که خب این دوتا با هم نمیسازه که. جانم فدای ایران قال انشالله قربون ایران برید شما. اما کی تا حالا شما این هیئت‌ها، این تیپ‌های اینجوری کی تا حالا در مقابل دشمنان ایران سینه سپر کردن؟ در مقابل دشمن ایران هم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده، جوان انقلابی سینه سپر کرده. 300,000 شهید دوران دفاع مقدس کیا بودن؟ بعد از اون شهدایی که ما داشتیم کیا بودن؟ همین بچه‌های مؤمن و انقلابی بودن که از کشورشون دفاع کردن. در مقابل ضد انقلاب، در مقابل مهاجم خارجی، در مقابل آمریکا، شما کی قربون ایران رفتید که میگید فدای ایران؟ شکاف در ایران امروز عمیق است. دو قطبی گفتمانی بین حاکمیت و بسیاری از مردم نمایان. کار برای جمهوری اسلامی چندان آسان نیست. این فرزاد انصاری فر است، 29 سال، اهل بهبهان. او پاییز پارسال کشته شد در اعتراضات آبان ماه 98. و این تصویر خواهرش فرزانه انصاری فر. خواهر فرزاد چند شب پیش در بهبهان دستگیر شد در اعتراضات ضد حکومتی. بنام حضرت یکتا و بنام ایران، من خواهش فرزاد انصاری فر هستم که در روز 25 آبان 98 با اصابت گلوله از پشت سر کشته شد. من تا نفس دارم دعا خواه خونه بنام حق به خیر برادرم هستم. برادرم رو کشتید به کدام این گناه؟ پدر آنها به گفته خودش جانباز دوران جنگ ایران و عراق، بازمانده عملیات کربلای 4، حالا علم دادخواهی فرزندان را در دست دارد. نسل تغییر کرده، گفتمان عوض شده. شعار استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی مد نظر جمهوری اسلامی برای بسیاری در نسل جدید از محتوا خالی است. نسلی دور از هیاهوی دهه 60 جنگ، دهه 70 اصلاح طلبی و دهه 80 امید.
طیفی ناراضی در ایران در بزنگاهی دشوار برای جمهوری اسلامی. مرسد کوهنروز، بی بی سی. حجت کلاشی فعال سیاسی با ماست. آقای کلاشی معتقدن که دغدغه مخالفان جمهوری اسلامی اینه که سیاست باید مأموریتی برای وطن باشه نه امت اسلامی. و همینطور مهدی خزلی فعال سیاسی از تهران با ما هستن. آقای خزلی در نامه‌ای که در انتخابات سال 1388 به میرحسین موسوی نوشته بودن مخالف شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران بودند و میگفتن نباید اسلامیت نظام رو حذف کرد و برای جذب آرای بیشتر هر شعاری رو پذیرفت. سال اول رو از آقای کلاشی میپرسم، شعارهایی در مخالفت با حضور منطقه ایران به روستاهای دوردست و به شهرستانها هم کشیده، چرا؟ با درود خدمت بینندگان گرامی و مهمان عزیز برنامه. ببینید در بهبهان که درود میفرستم به اهالی بهبهان، شعارهای بسیار مهم و جدی داده شده که به نظر من در درون پارادایم آگاهی ملی و بیداری ملی قابل تحلیل هست و امیدوارم که این نوع از جنبش‌های بیداری ملی و مخالفت با نظام و انقلاب گسترش پیدا بکنه. مردم بهبهان در همون جایی که در گزارش شما هم آمد، یعنی در جلوی بانک ملی، شعار دادن که ما انقلاب کردیم، چه اشتباه کردیم، یعنی متوجه این نکته هستن و این رو با صدای بلند اعلام میکنن که انقلاب 57 اشتباه بوده، انقلابی که علیه مشروطه رخ داده و از اون انقلابی که به وقوع پیوسته پشیمان هستن و میدونن که اشتباه تاریخی رخ داده و باید اون اشتباه تاریخی رو جبران بکنن. شعار مهم دیگه شون این بود که رضا شاه روحت شاد و این هم یک پیام مهمی داره، یک شعار سمبولیکی هست، نشون میده که همونطور که در ادامه گفتن ایرانی میمیرد ذلت نمیپذیرد، نشون میده که ایرانی دنبال یک قدرت هستش، یک نظم و اقتدار ملی هستش، یک نظم و اقتداری که از درونش توسعه بیرون بیاد، توسعه اقتصادی باشه، توسعه سیاسی باشه و در ادامه ما بتونیم دوباره اون توسعه اقتصادی رو که متوقف شده رو ادامه بدیم. همینطور در جایهای دیگه ای هم گفتن که در علیه سیاست‌های خارجی شعار دادن و در علیه آرمان فلسطین. من فکر می‌کنم که این نغزن لبنان جانم فدای ایران یک دعوای گفتمانی هست در درون همون آگاهی ملی و بحثش اینه که ما به جای اینکه سیاست رو همونطور که جمهوری اسلامی فهمیده مأموریتی برای امت اسلام بفهمیم، باید سیاست رو به عنوان مأموریتی برای وطن بفهمیم. یعنی سیاست مقوله است برای اصلاح وضعیت کشور، برای بهبود امور عمومی و ملی مون، نه مأموریتی برای امت اسلامی و برای اهداف و آرمان‌هایی که برای امت اسلام در نظر می‌گیرن یا مسئله فلسطین. به این خاطر مردم دارن به صورت واضح دارن به حکومت اعلام می‌کنن که ما دنبال آباد کردن ایران هستیم و آرمان‌ها و اهداف ملی رو دنبال می‌کنیم. یعنی سیاست داخلی سیاست خارجی باید وطن پرستانه باشه. آقای خزلی، تو کار زمین را ساختی به آسمان پرداختی، میگن با این اوضاع اقتصاد ایران حضور منطقه‌ایش چه توجیهی داره؟ با سلام خدمت شما و میهمان عزیز و با درود به مردم خونگرم خوزستان و بهبهان، عرض کنم خدمتتون که ببینید این اعتراض آغازش در سال 88 بود. دو تا شعار داشتیم که در تظاهرات میدادن، یکی نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران بوده، که هم استقلال آزادی جمهوری ایرانی، که من همون موقع نامه‌ای به میرحسین نوشتم و ایشون هم رفت در تحریری کلمه و اون مطلب رو گفت که شعارهای ساختار شکن داده نشود. ببینید دو تا مطلب داریم ما تو این شعارها. بله، ما هم مخالفیم با مداخله در جاهای دیگه و عمق استراتژیک و امثال این صحبت ها، میگیم چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است، این قبول، اما بی تفاوت نمیتونیم باشیم. ما بایستی فکر کنیم که همه ابنای بشر در تمام دنیا برادران ما هستند، هم نوعان ما هستند، همونطور که حق میدیم کشورهای دیگه راجع به اعدام سه جوان در ایران اظهار نظر کنن، همونطور هم حق داریم که در راجع به قتل یک جورج فلوید در آمریکا و بعد غارت‌های بعد از اون در آمریکا ما اعتراض کنیم، بگیم هر دو رو محکوم میکنیم، هم غارت فروشگاه ها رو، هم قتل اون فرد توسط پلیس، همینطور اعدام های داخل رو و هم غارت ها و آتش سوزی های داخل رو، هر دو رو ما محکوم میکنیم و قطعا باید یک مشی مدنی بریم. اگر مردم به این نتیجه رسیدن که انقلاب اشتباه است، پس بایستی به فعالیت تلاش مدنی و اصلاحات و ریفرم فکر کرد، اما نباید بی تفاوت. این شعارهایی که ما رو از دنیا و از بشریت و حقوق بشر جدا کنه گزینشی هم نباشه، هم آمریکا رو محکوم کنیم،
هم چچن در روسیه و هم چینی ها رو محکوم کنیم، هم غزه هم لبنان، هر جایی که نجات پرستی هست، تبعیض هست، تجاوز هست، قتل هست، غارت هست، همه باید محکوم بشه. این شعارها یه ایراد اساسی داره. من میخوام بگم اگه میخوام مملکتمون رو درست کنیم، شعاری که مشترک از حداقل مشترک بین همه منتقدان، یعنی آزادی و دموکراسی، آزادی خواهی و دموکراسی خواهی، این رو داشته باشیم. هر جایی اگر تعرض به ادیان کردیم، فرقی نمیکنه کدوم دین، ادعی رو از قطار یا کشتی حرکت به سوی ساحل آزادی و دموکراسی پیاده کردیم، اگر اومدیم به غزه، لبنان یا هر جای دیگه تعرض کردیم، عده‌ای رو از این کشتی پیاده کردیم و اون کسانی جانشون رو فدای این مملکت و میهن کردند که در مقابل متجاوزی چون صدام حسین ایستادن. اون روزهایی که در جبهه بودیم، پاره‌های جوانها رو داشتیم و بعد می‌دیدیم در مقابل ما سازمان تروریستی مجاهدین خلق همکاری با صدام میکنه. اونها میخوان بگن جانم فدای ایران، شما که به جنگ ایران آمدید، شما رسما لشکر کشیدید، داخل این خاک شدید. اونها نمیتونن ادعای اینو داشته باشن. جوانان بسیجی، همت و باکری و امثال اینها جانشون رو فدا کردن و فدا خواهند کرد. آقای کلاشی، اگر مسئله ایران، حاکمیت در ایران، و بخشی هم آقای خزعلی اشاره کردن، میگن که مثلا حضور منطقه ایران ممکنه که برای تامین امنیت باشه، برای ابراز همدردی با مردم دیگه باشه، آیا اتفاقایی که در این 6 ماه افتاده، مثلا زدن هواپیمای خودی، مثلا ناامنی در تأسیسات نظامی و از این دست، چنین استدلالی رو تقویت میکنه؟ آیا همچنان حضور بیرونی امنیت زاست برای ایران؟ ببینید، سیاست، یعنی هر ملت زنده ای در یک محیطی دارن زندگی میکنه، هر کشوری در یک نظام بین‌المللی زندگی میکنه، بنگ نفوذ میخواد، حوزه استراتژیک میخواد، حوزه ژئوپلیتیکی میخواد، ژئواکونومیک میخواد، همه اینها رو یک ملت باید داشته باشه. ما هم نفوذ فرهنگی داریم، هم تمدنی داریم، هم امنیتی داریم. همه اینها هم باید بر وظیفه یک دولت و یک حکومتی که همه این حوزه ها رو به صورت صحیح و درست مبتنی بر عقل و دانش سیاسی تأمین بکنه. اما مسئله مردم با جمهوری اسلامی مسئله علاحده است. این نیست که جمهوری اسلامی دنبال تأمین امنیت ایران هستش و بسیاری از تنش‌ها به خاطر دنبال کردن این امنیت هست. نه، جمهوری اسلامی در نقطه عطف خودش، یعنی در اساس خودش، دارای ایراد اساسی هست، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی نحوه تأسیسش، ایدئولوژی تأسیسش، انقلابش مبتنی بوده بر امت اسلامی و معتقد هستش که این امت اسلامی، یعنی همه کشورهای اسلامی با هم امت واحده هستند و این امت واحده باید بر حول محور فلسطین با همدیگه متحد بشن. بلعکس اون چیزی که آقای خزعلی میفرماین، اصلا موضوع این نیست که ما محکوم کنیم یا نکنیم. طبیعتاً اظهار نظر کردن و محکوم کردن و محکوم نکردن یا سیاست‌های اعلانی یه بحث بسیار کوچکی از اون سیاست‌هایی هست که جمهوری اسلامی دنبال می‌کنه. مسئله جمهوری اسلامی اینه که می‌خواد بر حول محور مسئله فلسطین یک امت تشکیل بده. به همین خاطر ولی امر مسلمین جهان داریم. یعنی مسئله اینها اینه که ایران رو در درون یک امتی حل بکنن و بار بزرگ آرمان اسلام رو بر دوش ملت ایران بذارن. همین نکته رو اجازه بدید که آقای خزعلی جواب بدن. آقای خزعلی، ببینید، من هم موافقم که ما به دنبال در واقع اون امپراتوری اسلامی که کمی هم اردوغان به اون فکر میکنه که عثمانی رو احیا کنه، دوباره عثمانی ها رو، دو دنبال این نباید باشیم. هر کسی هم دنبال این بلند پروازی هاست خطا میکنه. اما واقعیت این است که مسئله آفریقای جنوبی رو هم ما به دور از اسلام بود، ربطی هم به اسلام نداشت. ما رابطه برقرار نکردیم و گفتیم یک رژیم نژاد پرستی است. قصه اسرائیل همینه. 6 میلیون آواره فلسطینی باید برگردن به سرزمینشون و بتونن انتخاب کنن و انتخاب شود. همینطور که 6 میلیون ایرانی آواره باید برگردن به سرزمینشون و بتونن انتخاب کنن و انتخاب شود. این میشه حقوق بشر. ما نمیتونیم در واقع تسلیم ابرقدرت هایی بشیم که همه رو به ذلت کشوندن و ما هم تابع اون باشیم. نه، ما ایستادگی منطقی، نه غیر منطقی. آقایون مسئولین ما غیر اوقلایی میستن. نه، ایستادگی که ژاپن کرده، ایستادگی که آلمان کرده، بعد از جنگ رسیده به قدرت سوم و چهارم جهان از نظر اقتصادی، این ارزشمنده. ما باید اون مسیر رو بریم، ولی قطعاً باید بایستیم و تسلیم ذلیلانه نشیم. وقتی حرف از سیاست‌های منطقه‌ای در ایران میزنیم، جالب هست که
یکی از شخصیت هایی که بسیار برجسته میشه قاسم سلیمانی است. خیلی از کسانی که در تشییع جنازه قاسم سلیمانی شرکت کردند احتمالاً در تظاهرات اعتراض آمیز هم شرکت کردند به احتمال خیلی زیاد، مثل آقای خزلی که هم خودشون معترضن هم در تشییع جنازه بودن. آقای کلاشی، بالاخره جریان اصلی چی میخواد؟ حضور منطقه‌ای که نمادش قاسم سلیمانی هست رو میخواد یا نمیخواد؟ ببینید، مردم ابعاد مختلفی رو میخوان، یعنی یک کلیت رو میخوان، یک نظامی میخوان، یک نظام اقلایی عرفی باشه، یک نظام دینی نباشه، مبتنی بر آزادی ها باشه، یعنی همون چیزی که در مشروطه بودیم. این که جناب آقای خزعلی میفرمایند پس انقلابی گری نکنیم، نه، من منظورم اینه که یک انقلابی رخ داده علیه مشروطه و الان اصلاح هم اگه بخوام بکنن، انقلاب هم اسمشو بذارم، باید برگشت به مشروطه باشه، چون نظامی تشکیل شده که توش آزادی های اجتماعی وجود نداره، توش نظام آزادی وجود نداره، علیه نظام آزادی بوده این انقلاب و همینطور توش عقل و عرف وجود نداره، بلکه یک عقل فقهی وجود داره. مردم ایران چند چیز رو میخوان؟ یک عزت میخوان، قدرت میخوان، نمیخوان که دستشون بسته بشه. مردم ایران متوجه هستن که عده‌ای سرباز هستن، سرباز رو تحلیل نمیکنن، سرباز دستور رو اطاعت میکنه. این افراد بسیاری که داخل نظام هستند، اینها دستور رو اطاعت کردن. حالا خوب بوده یا بد بوده یه بحث جدایی هستش. آقای قاسم سلیمانی هم بخشی از آرمان فلسطین، دنبال کننده بخشی از سیاست های آرمان فلسطین بوده. این آرمان فلسطین خطرات و ضایعات بسیاری رو بر منافع ملی ما وارد کرده. بنابراین اینجا اگر مردم یه جایی اگر بهش احترام میذارن به خاطر اینکه در یک حوزه امنیت رو به وجود آورده، متوجه این هستن که آقای قاسم سلیمانی اونجا که به دنبال آرمانهای انقلاب و امام راحلشون بوده، کلی خطرات دیگه متوجه این کشور کرده. آقای خزعلی، شما چی فکر میکنید؟ شما از یک طرف میگید که سیاست خارجی باید معقول باشه، از طرفی خب آقای قاسم سلیمانی گروه‌های مسلح تشکیل میداد در کشورهای همسایه ایران. بله، ببینید، من مداخله و ترور رو قطعا محکوم میکنم، چه از طرف آمریکا چه از طرف ایران، اما عزیزمون گفتم مردم از آزادی اومدن انقلاب کردن، خیر، اختناق بود. جمجمه برادر من در نزدیکی منزل ما 19 اردیبهشت 57 متلاشی شد و مغز درسته افتاد روی آسفالت. این رو شما میگید آزادی؟ انتخاباتی ما داشتیم قبل از انقلاب و واقعا مردم میتونستن احزاب داشته باشن، مطبوعات داشتیم، کسی میتونست سخن بگه. کدوم حزب ارکان دموکراسی چیه؟ مردم میخوان برگردن به سلطنت موروثی که شب شهبانو و اعلی حضرت برای ما جانشین تولید کنن؟ این معناشه؟ واقعا مردم ما به اینجا رسیدن که پادشاه برای ما در بستر پادشاه آینده رو تعیین کند؟ این معنا نداره. مردم میخوان افراد با قابلیت های خودشون، نه شاهزاده میخوان، نه آقازاده میخوان، نه امامزاده. مردم میخوان افراد بیان با دموکراسی در فضای آزاد انتخاب شوند و اگر بد عمل کردن برکنار شوند. اینو میخوان. اگر ما به اون چیزی که انقلاب کردیم نرسیدیم، باید تلاش کنیم برسیم. آقای کلاشی، 30 ثانیه وقت دارید که جنبندی بکنید. 30 ثانیه هم در اختیار آقای خزعلی خواهد بود. آقای خزعلی، نظام میفرمایند به خاطر اینکه اون نظام مشروطه بوده، نظام آزادی بود و اتفاقا معلومه که چه کسانی انقلاب کردن و الان هم ابتدای بحث هم شروع کردن به انتقاد از مجاهدین خلق به حق که اتفاقا اینکه از گروه ها و همپیمانان آقای خزعلی به انقلابیون دیگری بود. نه، مردم متوجه شدن که انقلاب به پایان رسیده، اعلام کردن که انقلاب کردن اشتباه کردن، این بخشی از بیداری ملیه. مردم دنبال یک نظام جامعی هستن که توش اقتدار ملی باشه، سرباز ایرانی اقتدار داشته باشه، عزت داشته باشه، دنبال کشت و کشتار نیستن و دنبال نظامی هستن که بتونه به معیشت مردم هم پاسخ بده، توسعه اقتصادی داشته باشه. نظامی که توش یورو 30,000 تومنه، من فکر نمی‌کنم دیگه وابستگان به اون نظام بتونن شعارهای بسیار فریبنده‌ای بدن. آقای خزعلی؟ بله، ببینید، قطعاً الان مشکلات اقتصادی هست به خاطر تحریم، به خاطر جنگ‌هایی که بر ما تحمیل شده، اما راهش رفتن به سمت سلطنت موروثی نیست، راهش رفتن به سمت آزادی و دموکراسی است، راهش رفتن به سمت انتخابات است، یعنی بتونیم خودمون انتخاب کنیم و خودمون برکنار کنیم. الان من قبول دارم آزادی نیست، دموکراسی هم نیست، جمهوریت هم نیست، ولی بدونید اسلام هم نیست. اون چیزی که الان جاری است نه استقلال است، نه آزادی، نه جمهوری و نه اسلامی. ان شاء الله ما برسیم به حکومت که مردم میخوان، هر چی مردم بخوان. اگر ما بگیم جمهوری باشه و مردم نخواهند، خطا است. اگر بگیم سلطنت باشه مردم نخواهند، خطا است. آنچه مردم میخوان.
ممنونم از مهدی خزلی، فعال سیاسی و همینطور حجت کلاشی. قوه قضاییه ایران اعلام کرده که محمود موسوی مجد امروز اعدام شد. آقای موسوی مجد که در سوریه با نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری میکرد به اتهام جاسوسی برای سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل به مرگ محکوم شده بود. از جمله اتهامهای او این بود که اطلاعات محل رفت آمد بعضی از فرماندهان نظامی از جمله قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس را در اختیار سیاه و موساد میگذاشته. آقای موسوی مجد که از حدود 2 سال پیش در بازداشت بود با انتشار یک فایل صوتی از داخل زندان گفته بود کسانی قصد دارند با اعدام زود هنگامش منافع شخصیشان را حفظ کنند. خانواده‌اش میگویند او جاسوس نبود و قربانی انتقام افراد قدرتمند در سوریه شد. ژیار گل گزارش میدهد. مقامات قضایی و امنیتی ایران او را جاسوس اسرائیل و آمریکا خواندند، اما خانواده و دوستان محمود موسوی مجد او را قربانی تصفیه حساب فرماندهان نیروی قدس سپاه در سوریه می‌دانند. تلاش خانواده او برای توقف اعدام به جایی نرسید. بامداد امروز محمود موسوی مجد اعدام شد. میزان خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه اعدام او را پاسخ قاطع قوه قضاییه به کمپین توییتری اعدام نکنید ترامپ خواند. هشتگ توییتری اعدام نکنید به اعتراض به تایید حکم اعدام 3 زندانی اعتراضات آبان ماه سال گذشته میلیون ها بار توییت شده بود. فردی به نام آقای سید محمود موسوی مجد، برای اولین بار نام محمود موسوی مجد در 20 خرداد امسال شنیده شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت آقای موسوی مجد از سال 1397 دستگیر شده است، دادگاهی شده و حکم اعدام او در شعبه 19 دیوان عالی کشور هم تایید شده. به زودی این فرد حکمش اجرا و هم او به سزای اعمالش خواهد رسید و هم اربابان او قاطعیت و صلابت و اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران رو مشاهده خواهند کرد. تا به آن روز هیچ خبری درباره او در رسانه‌های ایران شنیده و دیده نشده بود. رسانه‌های وابسته به قوه قضاییه و سپاه پاسداران گزارش دادند که خانواده آقای موسوی مجد قبل از انقلاب به سوریه رفتند. او در لبنان توسط حزب الله دستگیر شده، عضو نیروی قدس سپاه نبوده، تنها راننده مشاوران نظامی ایران بوده، با دریافت ماهانه $5,000 برای سرویس‌های خارجی جاسوسی می‌کرده است. اما اطلاعاتی که درباره موسوی مجد به دست بی بی سی رسید از داستان دیگری حکایت داشت. ما به تصاویر، ویدیو و بخشی از پرونده او دست پیدا کردیم. مدارکی که به دست ما رسید نشان می‌دهد او از فرماندهان با نفوذ نیروی قدس سپاه در سوریه بوده است که دوبار هم در جبهه‌های جنگ داخلی سوریه زخمی شده بود. اون همیشه مدعی بود که میدونه سپاه پاسداران چطور عمل میکنه و با رفتارشون آشناست. همیشه میگفت اونا نمیتونن اونو توی زندان نگه دارن، چون که اونایی که اونو زندونی کردن خلاف کردن، نه اون. خیلی خوب سپاهی‌ها رو میشناخت. کاظم موسوی مجد، پدر محمود، اتهام جاسوسی علیه پسرش را تصفیه حساب خصوصی توسط گروه قدرتمند در سوریه خواند. او در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشته بود که محمود تخلفات مالی، اخلاقی و مواد مخدر اشخاصی که از قضا این گروه آقازاده بودند را به حفاظت سپاه گزارش داده بود. دوستان او در سوریه میگویند اتهام جاسوسی نقشه‌ای برای بی‌اعتبار کردن گزارش او از خلاف فرماندهان نیروی قدس و حذف فیزیکی او بوده است. خانواده محمود میگویند وکیل او در جلسات دادگاهی اجازه گفتگو با موکلش را نداشته است. بنده به هیچ وجه از دادرسی عادلانه برخوردار نبودم، چنانچه کسانی بنا دارند با اعدام زود هنگام بنده برخی منافع شخصی خود را محفوظ نگه دارند. نزار زکا شهروند لبنانی آمریکایی است که به اتهام جاسوسی در زندان اوین بود. او مدتی با محمود موسوی مجد هم بند بود. ماه گذشته آقای زکا به بی بی سی گفت محمود زیر شکنجه مجبور شده مقابل دوربین به جاسوسی اعتراف کند. امروز این فیلم اعترافات که توسط نهادهای امنیتی تهیه شده بود منتشر شد. نمیتونستم تحمل بکنم و دیگه از
حتی دیگه گذشته بودم. در این فیلم آقای موسوی مجد میگوید در ازای دریافت پول برای آمریکا و اسرائیل جاسوسی کرده است. درگیر شده بودم. در بررسی های انجام شده روی موسوی مجد اول از همه به این فرد رسیدند. تصاویر 9 شهروند آمریکایی در این فیلم نشان داده می شوند. راوی این فیلم میگوید آنها ماموران اطلاعاتی آمریکا بودند که با محمود موسوی مجد در ارتباط بودند. تحقیقی ساده در اینترنت نشان می‌دهد این تصاویر از صفحه فیسبوک، تویتر یا کانال یوتیوب کپی شدند. محمود موسوی مجد از 2 ماه پیش در انفرادی زندان رجای شهر به سر می‌برد. قبل از انتقال به زندان رجای شهر او توانسته بود این پیام را از زندان اوین به بیرون بفرستد. بنده اعلام می‌کنم حاضرم در دادگاهی علنی و با حضور اصحاب رسانه‌ها و حتی حقوقدانان مستقل نسبت به تمامی اتهامات پاسخگو باشم. گزارش بود از ژیار گل. چنان که گفتیم قوه قضاییه ایران اعلام کرده که محمود موسوی مجد امروز اعدام شده، ولی سازمان حقوق بشر ایران به نقل از منابعی که از اونها نام نبرده گفته که او 2 روز پیشتر یعنی شنبه اعدام شده بود. یک واکسن کرونا که دانشگاه آکسفورد بریتانیا تهیه کرده ظاهراً سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند. آزمایش این واکسن روی بیش از 1000 نفر نشان داده که موجب تولید پاتن و گلوبول‌های سفید خون در آنها می‌شود که می‌توانند با ویروس کرونا مقابله کنند. این یافته‌ها بسیار امیدبخش بودند، ولی هنوز نمی‌توان گفت که می‌تواند از بدن در برابر ویروس کرونا محافظت کند و به آزمایش آن روی تعداد بیشتری از افراد نیاز است. دولت بریتانیا 100 میلیون دوز از این واکسن سفارش داده. جورج لومانسوف ویروس شناس از شهر نوریچ بریتانیا با ماست. های لومانسوف، این همون خبر خوبیه که بسیاری در انتظارش بودن بشنون و به بر ویروس کرونا غلبه بشه. Yes, good evening. Yes, it is good news. بله، خبر بسیار خوبی هست و این خبری که از دانشگاه آکسفورد آمده و اینکه مرحله اول آزمایش در مورد بیماری کووید 19 موفق‌آمیز بوده. اون چیزی که به ما میگه این هست که این واکسن باعث تولید پاتن میشه و سلول‌های تی که سلول‌های دفاعی بدن هستن رو هم تقویت می‌کنه. می‌دونیم که به این 2 چیز احتیاج هست برای مقابله با این ویروس. بله، خبر خیلی خوبه و شروع بسیار خوبیه برای تولید واکسن. گفتید شروع خوبیه، چقدر طول میکشه که تبدیل بشه به یک واکسنی که در اختیار عموم قرار میگیره؟ Okay, so what the study has shown so far is that نتیجه که تا اینجا این یافته هایی که به ما نشون میده اینه که افرادی که این واکسن رو دریافت میکنن مسئولیتی خواهند داشت و پاتن به اندازه کافی در بدنشون تولید میشه. ولی مرحله مهم که مرحله بعدی این تحقیقات بالینی است اینه که شخص با شخص رو بررسی بکنن و ببینن چه واکنشی به این بیماری میده. 2 راه وجود داره برای این کار. یکی این که یک تعداد کوچکی از افراد رو بردارن و در مقابل این ویروس قرار بدن و ببینن چه واکنشی نشون میده. ولی خیلی ریسکی است در این شرایط، در شرایطی که ما هیچ راه دیگه برای درمان اون افراد نداریم. اما راه دیگه اینه که یه تعداد بسیار زیادی رو بردارن، مثلا حدود 10,000 نفر، و به نیمی از اونها واکسن رو بدیم و به نیمه دیگه پلاسیبو رو بدیم و بعد اجازه بدیم که برن زندگی خودشون رو بکنن و بعد گزارش بدن به ما، ببینیم که چه نشانه هایی از این بیماری رو نشون میدن. مثلا آیا نشانه های بیماری کووید 19 رو نشون میدن و مجبور میشیم به بیمارستان اونا رو بفرستیم یا نه. همه اینها بستگی به اون داره که چقدر اون جامعه آماری که داریم بررسی میکنیم دقیق باشه. بنابراین فکر میکنم خیلی سخت است که بتونیم بگیم دقیقا چه زمانی این اتفاق میفته، اما اون زمان هست که ما با قاطعیت میتونیم بگیم که آیا از مردم در واقع ایمنی ایجاد میکنه یا نه.
و کار دیگه که در همزمان با این دارن انجام میدن این است که به مرحله برسن که بتونن تولید واکسن رو به مرحله مثلا ده ها هزار دوز از اون بتونن تولید بکنن و در نهایت بتونن ده ها میلیون یا میلیارد از اون رو تولید بکنن. روندی که برای تولید این وجود داره و همینطور تولید اون کار بسیار سختی، همونطور که گفتم شروع خوبی بوده و امیدوار کننده است چون خیلی زود اتفاق افتاد، ولی باید در نظر بگیریم که الان در شرایطی نیستیم که بتونیم یک برنامه واکسیناسیون خیلی خوبی رو فکر نمی کنم تا آغاز سال آینده میلادی بتونیم پیش ببریم. اگه همه چیز خوب پیش بره میشه گفت که به مرحله رسیدیم که بعد از عمومی کردن واکسن بشه محدودیت ها رو برداشت و به دوران پیش از کرونا برگشت. شرایط ایدئال خواهد بود، ولی مسئله بسیار مهم برای ما اینه که چقدر این مسئولیت در برابر این بیماری باقی میمونه در بدن اونها. معمولا تا چندین ماه این کار انجام میشه، ولی همه اینها بستگی داره به اینکه آیا این ویروس در واقع میوتیشن دیگه ای هم، جهش دیگه ای هم میکنه یا نه. مثلا آنفلانزا رو در نظر بگیرید که سال به سال تغییر میکنه، برای همین یه فرمول جدیدی هر سال برای واکسن احتیاج هست. ما نمیدونیم هنوز کرونا چطور عمل میکنه، ولی باز هم میگم این شروع بسیار خوبی است. ممنونم از جورج لومانوسوف، ویروس شناس از نوریچ بریتانیا با ما. کیانا و علی رحمانی، فرزندان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران، در یک پیام ویدیویی که در شبکه توییتر تقی رحمانی، همسر خانم محمدی، منتشر شد، خواهان صحبت کردن با مادر خود شدند. پیشتر نرگس محمدی در نامه‌ای از قرنطینه خود و 11 زندانی دیگر با علائم کرونا خبر داد و از وزیر بهداشت ایران خواست به وضعیت زندانیان زنجان رسیدگی کنند. من دختر نرگس محمدی هستم، کیانای رحمانی. من علی رحمانی هستم، پسر نرگس محمدی. صدای ما باشین که ما بتونیم صدای مامانمون رو بشنویم. 11 ماه شده که ما صدای مادرمون رو نشنیدیم. فرزندان نرگس محمدی بودند، کیانا و علی رحمانی. تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، از پاریس با ما هستند. آقای رحمانی، از خانم محمدی چه خبر؟ خبر تازه‌ای که دارید چیه؟ ببینید، خبر تازه داریم که همچنان من در قرنطینه است، برخلاف اون گزارش دوربین مخفی. و این ویدیو یه مقدمه‌اش، من بگم من با آقای رئیسی با هم وارد قوه قضاییه شدیم، مثلا من متهم ایشان قاضی. امروز ایشان گفتش که ما مقابل اختشاش موضوع میگیریم، مقابل اعتراض نه. نرگس محمدی به جز اعتراض چی کرد؟ و چرا قبلا نرگس باید برای اولین بار که 5 سال پیش تلفنش بگیره 20 روز حساب غذا کنه تا تلفنش بگیره، بعد دوباره 11 ماه تلفنش ازش گرفتن و تبعید به زندان زنجان شد؟ واقعا این رئیس قوه قضاییه با کلمات بازی میکنه یا با عدالت بازی میکنه؟ و تجربه منم نشون میده که قوه قضاییه ایران اصلا کسی اعتراض تحمل نمیکنه، اعتراض میبرن تا حد اختشاش با سرکوب میکنن. این ویدیو هم واقعیت این است که ما با نرگس تصمیم داشتیم وقتی اینا کوچیک بوده اینا وارد این نوع مسائل نکنیم، ولی که بزرگ شدن خبر کرونای نرگس خودشان خواندن و شنیدن و این استرس هست، بخصوص نیاز. یه جمله کیانا داره، وقتی بابا هست مامان نیست، وقتی بابا هست مامان، بابا هست مامان نیست، وقتی مامان هست بابا نیست. این ویژگی حق این فرزندان نیست، البته فرزندان زیادی هم هستن که این مصیبت ها رو کشیدن، من درک میکنم، ولی الان اینا دیگه به سلام معروف بعد از مدت ها مقاومتی که خودشان میکردن دیگه این خواستشون رو بروز دادن. و واقعیت این است که خیلی دردآوره که چرا اینا رو دارن مجازات میکنن، نرگس مجازات میکنن، اینا رو هم دارن مجازات میکنن با این رفتار دیگه. به این تاثیرات جمهوری اسلامی چقدر خانواده ها رو اصلا پاشنده، چقدر به خانواده ها ضربه زده، به خاطر کدام دین، به خاطر کدام عدالت؟ آخه ما هم یه تجربه از سرگذران دیم که من که قوه قضایی را به عنوان متهم پیر شدم و این حالا الان بچه ها چرا باید تحت فشار قرار بگیرن؟ میشه اصلا به نهادی غیر از قوه قضایی در ایران مراجعه کرد با این وصفی که شما کردید؟
نه واقعیت نیست که باید افکار عمومی دیگه این نرگس اینا از از مردم خواستن صدای ما باشید. مثلا فشار به واسه عقب رفته اینا بشه. ببینید یک سختی رو کم کردن از مخالف سیاسی از روز اول تو این ذهن اینا رفته. یک رو فرهنگ لاتبازی بی‌معرفت. ما شما لوتی منشی داشتیم، ما تو محله جنوب شهر بزرگ شدیم، یه لوتیگری هم داشتیم. تو قدرت که اومدن لوتیشان شد لاتبازی و رو کم کردن. یه مشتبه حلوایی بود زندان اوین میگفت ما روی شما رو کم میکنیم. این فرهنگ قوه قضایی است، این فرهنگ آقای لاجوردیه، این برخورد هیچ وقت نمیخواد قطع بشه. آه چرا باید نرگس تبعید بشه؟ چرا باید کتک بخوره از رئیس زندان؟ چرا باید علیهش شکایت کنن؟ چرا باید دوباره پرونده دیگر تشکیل بدن؟ این فقط حدیث نرگس نیست، حدیث خیلی های دیگه است. آقا روزو کم کن، اون وقت ما به تو رفعت داشته باشیم. ولی از این طرف دیگه شما باید بخواد تلاش کنی تا عقب بزنی، لاغل صداتو بلند کنی، بگیم این ظلم به من شده است. این ظلمی که مدام هم استمرار داره. واقعا یه موقع من پاسخ بچه‌ها رو نمی‌دونم بدم. خب میگن چرا نباید با مامان صحبت کنی؟ و این استانداردهای دوگانه که وجود داره. آقای رحمانی، از خارج چه پیگیری میشه کرد؟ این کمپینی که اخیراً راه افتاد آیا میتونه یک الگو باشه؟ ببینید میتواند الگو باشه، ولی یه مشکلی ما داریم. ما تکان و جنبش داریم، استمرار تو فرهنگ ما نیست در تاریخ معاصر. این عدم استمرار استبداد سر ما سوار شده و توان بازتولید داره. ببین این حرکت ها امید بخشه، هشتک اعدام نکنید، ولی قوانین باید عوض بشه. ببینید در قانون مجازات اسلامی حتی خلاف سنت فقهای سنتی شیعه اومدن بغی کردن محاربه. شما در کسی علیه امام عادل هم خروج کند، مثل حضرت علی هم اگر باشد، او اموالش مصادره نمیشه، خانواده تحت فشار قارت قرار نمیگیره. اینا اومدن حکم محاربه، یعنی کسی که سارق مسلح هست برای حتی برای سیاسی مسلح چیز کردن. اصلا خلاف حتی سنت حضرت علی است که با خوارج رفتار کرد. خب بعد اینا اومدن اعتراض خیابانی رو میکشن به محاربه. ببینید این قوانین در قانون مجازات اسلامی تبدیل شده. این جمهوری اسلامی با دو تا چیز انقلاب رو وارونه کرد، یکی اصل ولایت فقیه، یکی قانون مجازات اسلامی. شما این قانون مجازات اسلامی مردم بیشتر درگیرش هستن، در تمام زندگی مردم اشکال کرده. شما میشینید یه گروه، ببین لگامی که نرگس توش عضوش بوده یه کمپین بوده، به خاطر لگام نه لقب تدریجی احکام اعدام بهش 10 سال زندان دادن. اینا به خانم سدودم دادن، به محمد نوریزادم دادن. یعنی یک مسئله، اینا یک کادر درست میکنن، فعالان مدنی میبرن تو اون کادر، هی لوله میکنن. آقای رئیس میاد میگه ما اعتراض قبول داریم. آقا بلکه اعتراض یعنی چی؟ میگیم آقا اجازه، ما اعتراض داریم. بابا الان بچه‌ها هم با پدر مادرشون اینطوری حرف نمیزنن. آقای رئیسی یعنی چی؟ ما اجازه اعتراض داریم. اعتراض تو خیابانه، باید شرایط چه فراهم کنیم؟ آقای روحانی شما وقتی مکانی برای اعتراض فراهم کنیم. یکی از اتهامات نرگس چیه؟ اعتراض کرده به اسید پاچی که در اصفهان صورت گرفته جلوی مجلس. خب این اسید پاچی امروز شده قتل مهدی نیکبخت بیتو در اصفهان، قاتلش هم اعلام نمیکنن. امام جمعه اصفهان ضمنی از اسید پاچی حمایت کرد. ببینید آقای رئیسی، اینا همه مشکلاتی است که هست و نرگس قربانی، امثال نرگس قربانی این تبعیض‌ها هستند. ممنونم از تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، و با پوزش به دلیل اینکه وقتمون تمام شد. شواهد نشان می‌دهد کشتی‌های ایرانی در حال ماهیگیری غیرقانونی در آب‌های سومالی و یمن هستند. به گفته دیدبان جهانی ماهیگیری، این می‌تواند یکی از بزرگترین عملیات ماهیگیری غیرقانونی در جهان باشد. وزیر شیلات و منابع دریایی سومالی هم چندی پیش خواستار همکاری دولت ایران شده بود و گفته بود صید غیرقانونی این کشتی‌ها تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و توسعه اقتصادی سومالی است. آناهیتا شمس گزارش می‌دهد. کشتی ماهیگیری ایرانی که به گفته دیدبان جهانی ماهیگیری غیرقانونی در سواحل سومالی صید می‌کنند. و این نقشه مسیر رفت آمدهای غیر مجاز حدود 175 کشتی ماهیگیری ایرانی و پاکستانی است که دیدبان جهانی ماهیگیری در سال گذشته در فصل ماهیگیری رصد کرده است
این سازمان میگوید کشتی‌ها باید از دولت فدرال سومالی مجوز صید بگیرند، اما هیچ کدام از این کشتی‌ها مجوز ندارند. مدتی است که این مشکل وجود داره، از سال 2015. ولی از سال گذشته کشتی‌ها از سیستم AIS استفاده می‌کنند که سیستم رادیویی هست که از این طریق ما تونستیم نام و نشانی این کشتی‌ها رو پیدا کنیم. این کشتی‌ها پاکستانی و ایرانی هستند. بیشترشون اما کشتی‌های ماهیگیری ایرانن. کشتی‌های ایران جوری ثبت شدن که خیلی نمیتونیم ردیابیشون کنیم. یعنی نام و نشانی صاحبان کشتی به سادگی پیدا نمیشه. بیشتر این کشتی‌ها در اینجا برای صید ماهی تن میان. چند سال است که صیادان ایرانی از کم شدن صید شکایت می‌کنند. صیادان صید بی‌رویه و صنعتی به خصوص کشتی‌های ترال را از دلایل اصلی کم شدن صید می‌دانند. 10-12 سالی که این ترال‌ها اومدن و زندگی ما زیر و رو شده. صید خیلی خیلی کم شده. قبل از این ما سمت آب‌های بین‌المللی نمی‌رفتیم. خیلی از ما ماه‌ها در سومالی اسیر بودیم. شوخی نیست، ما با مرگ بازی می‌کنیم. اداره شیلات هم رفتیم ولی هیچکس جوابگو نیست. صید ترال نوعی صید صنعتی در مقیاس وسیع با تورهای ماهیگیری بزرگ در عمق دریاست که هر نوع ماهی را صید می کند و به بستر دریا هم آسیب می زند. این کشتی ها اجازه صید همه گونه ماهی ندارند، اما به ادعای ماهیگیران محلی بسیاری از ترال ها مقررات را نادیده می گیرند. ضایعات این نوع صید هم بالاست، ماهی هایی که صرفه اقتصادی ندارند. حضور کشتی‌های ترال چینی در بنادر جنوبی ایران در سال‌های گذشته سر و صدای زیادی به پا کرده. اینکه کشتی‌های ماهیگیری چینی چطور اجازه ورود به آب‌های این منطقه را گرفتند دقیقاً روشن نیست، اما حضور آنها با مخالفت‌های زیادی از جمله از طرف سپاه پاسداران هم روبرو شد. شواهد نشان می‌دهد تعداد کشتی‌های چینی در این منطقه کم شده، اما هنوز حضور دارند. البته ترال‌های ایرانی هم فعال هستند. میگن چینی‌ها رو انداختن بیرون ولی خودشون اصلا دارن پدر دریا رو در میارن. کلاً دارن جارو میکنن دریا رو. صیادان میگوین بعضی از این ترال‌ها مثل این در محلی تور انداختن که برای ترال‌ها ممنوع و به ساحل نزدیک است. ترال‌ها در سراسر دنیا هستند و در بعضی مناطق مشکل ساز. به طور کلی ترال‌ها میتونن به بستر دریا و برخی گونه‌های جانوری در آب‌ها آسیب برسونن. اما همین ترال‌ها در خیلی جاهای دنیا هم به خوبی کار میکنن. تنها مدیریت صید میتونه کمک کنه. به این معنا که صید در زمان مشخص و برای یک برهه زمانی مشخص انجام شود. بعضی صیادان ایرانی با لنج‌های خود کشتی‌های ترال را تعقیب میکنن تا آنها را مجبور کنن تور خود را بالا بکشند. صیادانی به BBC فارسی گفتند که در بعضی موارد تشخیص آنکه این کشتی‌ها ایرانی هستند مشکل است، چون ملوان‌هایی با ملیت‌های مختلف بر روی این کشتی‌ها کار می‌کنند. صیادانی به BBC فارسی گفتند که در بعضی از این کشتی‌های ترال مأمورهایی با لباس سپاه را دیدند که از ترال‌ها حفاظت می‌کنند. کم شدن صید فشار را روی صیادان خردپا و سنتی می‌گذارد و صیادها می‌گویند به همین دلیل راهی آب‌های دوردست می‌شوند. هر لنج برای رفتن به دریا نزدیک 300 میلیون خرج داره. خرج زیاد و صید هم خیلی کم شده. مجبوریم برای صید به آب‌های دورتر بریم. سال گذشته در سومالی 15000 دلار می‌دادیم تا حدود 40 روز روی آب بمونیم. چه صید می‌گرفتیم چه نه. اما حالا با گرانی دلار معلوم نیست دیگه اونجا هم بتونیم بریم. سومالی بیش از 3000 کیلومتر خط ساحلی دارد که یکی از بزرگترین سواحل در آفریقاست. اما بی‌ثباتی و جنگ‌های داخلی در این کشور باعث شده نتواند آب‌های خود را کنترل و اداره کند. هر دهکده نزدیک دریا برای خودش یه پادشاه داره که از ما پول می‌گیره و دو تا سرباز برای امنیت به ما میده که با ما روی کشتی میان. برای اینکه دزدای دریایی یا از دهکده‌های دیگه برای ما دردسر درست نکنن. ما داریم برای این صید پول میدیم. این چالشی هست که وجود داره. خبر داریم که در سطح محلی این اتفاق میفته. ما با دولت فدرال سومالی کار میکنیم تا جلوی این کار رو بگیریم، تا که یک سیستم وجود داشته باشه برای اختصاص دادن گواهینامه صید به صیادان و تحت یک قانون مشخص به همه زیر یک چتر قرار بگیره.
دیدبان جهانی ماهیگیری میگوید فعالیت غیرمجاز کشتی‌های بزرگ ایرانی در آب‌های سومالی تخلیه ذخایر ماهی در کشوری است که از هر 3 نفر یکی کمبود شدید مواد غذایی دارد. دولت سومالی که قادر به کنترل سواحل خود نیست، نسبت به امنیت غذایی و امنیت دریایی ابراز نگرانی کرده و از ایران خواسته که در این باره تحقیقات کند. صیاد گرفتار. آناهیتا شمس، BBC. قیمت دلار در بازار غیررسمی ایران که دیروز تا مرز 26 هزار تومان هم بالا رفته بود، امروز به کمتر از 23 هزار تومان رسید. گزارش شده در ساعات پایانی کار بازار هر دلار آمریکا حدود 22600 تومان فروخته میشد. گفته شده که در دو روز گذشته 300 میلیون دلار ارز در نظام یک پارچه ارزی معروف به سامانه نیما عرضه شده. پیشتر رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته بود این تصور که دولت و بانک مرکزی به دنبال افزایش قیمت ارز برای تأمین کسری بودجه دولت هستند کاملا اشتباه است. بهرنگ تاجدین خبرنگار ما اینجا با من. بهرنگ، بعد نیست کمی در مورد این سامانه یک پارچه ارزی یا نیما توضیح بدید؟ ببین، این نظام یک پارچه ارزی یا نیما یک بازاریه که دولت درست کرده برای اینکه شرکت‌هایی مثل پتروشیمی‌ها ارز صادراتشون رو بیان به وارد کنندگان کالاهای غیر اساسی، کسانی که واجد شرایط دریافت دلار 4200 تومانی نیستن، بفروشن. از تقریبا یک ماه پیش با بالا رفتن قیمت دلار که از چند ماه قبل شروع شده بود، دیدیم که دولت و بانک مرکزی اومدن تمرکزشون رو گذاشتن روی این سامانه نیما، ضرب العجل دادن به صادرکنندگان که بیاین ارزاتون رو در بازار در این سامانه نیما عرضه کنید که با بالا رفتن عرضه قیمت دلار در این سامانه پایین بیاد و بعدش این امیدوار بودن که این پایین اومدن قیمت در نیما باعث این بشه که در واقع قیمت در بازار غیر رسمی هم پایین بیاد. حالا این عرضه ارزی که این روزها صورت گرفته چقدر ممکنه که مشکل بالا رفتن قیمت دلار رو حل بکنه؟ نمودار داریم. ببین، این از دی پارسال تا 29 تیر یعنی همین دیروز اگه نگاه بکنید میبینید که قیمت ارز در بازار آزاد، بازار غیر رسمی، خط قرمز حدوداً تو تمام این مدت تا تقریباً تا خرداد، تا آخر خرداد حدود 2000 تومان بیشتر از قیمت در سامانه نیما بوده. ببین، این دفعه اولی نیست که شما توی مدت کوتاهی میبینید که یک میزان زیادی ارز توی نیما تزریق میشه. همین دو هفته پیش هم 500 میلیون دلار ظرف 3 روز عرضه شد. ولی همونطور که میبینید باز هم قیمت ارز در بازار غیر رسمی بالا رفت و فاصله این دوتا، شکاف بین قیمت در بازار آزاد و سامانه نیما، همینجور افزایش پیدا کرد. اینو یه جور دیگه هم میتونیم ببینیم این نمودار رو. اگه به درصد اختلاف بین قیمت ارز در بازار غیر رسمی با سامانه نیما نگاه کنیم، میبینیم که در طول همه ماهای گذشته حدود 15% بوده، بین 10-20% در واقع در نوسان بوده. این یعنی اینکه قیمت ارز در بازار غیر رسمی چقدر بالاتر از نیما. نقطه چین چیه و این خط تیره؟ اون نقطه چین اختلاف روزانه است، این خط آبی بسه. خط پررنگتر در واقع میانگین هفتگیه. ولی اگه نگاه کنید این یک ماه اخیر، یعنی تقریبا از آخر خرداد اول تیر، یک دفعه این اختلاف قیمت بازار آزاد با سامانه نیما بالا رفته. حالا آیا این به معنی اینه که تأثیر قیمت ارز در سامانه نیما بر بازار آزاد کم شده یا بالعکس؟ این مشخص نیست، ولی این اختلافه نشون میده که شاید سامانه نیما راه کنترل قیمت در بازار ارز نبوده باشه. ممنونم از بهرنگ تاجدین و توضیحاتش در مورد بالا و پایین رفتن قیمت ارز در ایران. اما بامداد امروز به وقت ژاپن، نخستین مأموریت فضایی متعلق به امارات متحده عربی به طرف مریخ شروع شد. این اولین بار است که یک کشور عربی مأموریت بین سیاره‌ای انجام می‌دهد. در صورت موفقیت، مدارگرد امید 7 ماه دیگر به مریخ می‌رسد. نعیمه نومجو در گزارش از اهمیت این مأموریت می‌گوید. این واحد لاق مین انجین استارت اپ.
سفر امید از جزیره کوچک در جنوب ژاپن به سوی سیاره سرخ آغاز شد. مأموریتی که پیشتر به دلیل نامناسب بودن هوا به تأخیر افتاده بود. اما بامداد دوشنبه به وقت ژاپن اولین مأموریت بین سیاره‌ای امارات متحده عربی از ایستگاه فضایی تانگاشیما شروع شد. روزی تاریخی برای امارات. Now the important part is getting to Mars. در حال حاضر بخش مهم این است که به مریخ برسیم و داده را دریافت کنیم و اطلاعات جدید درباره مریخ به دست بیاوریم. این تجربه جدیدی برای همه ما در امارات خواهد بود. تولید علم و اطلاعات جدید و تاثیرگذاری بر دانش. The impact on entire body of knowledge. تا پیش از این امارات فقط ماهواره به مدار زمین فرستاده بود، اما حالا گامی بسیار بزرگتر برداشته، آن هم در سازمان فضایی که سال 2014 تأسیس شد. کار روی این پروژه در مرکز فضایی محمد بن راشد 6 سال طول کشید. در این مدت مهندسان آمریکایی به امارات در پیشبرد پروژه و ساخت مدارگرد کمک کردند. تقریبا همان مسیری که امارات در ساخت اولین ماهواره اش هم رفت. امارات در واقع نشون داد که در این 6 سال موفق شده که این مجموعه رو گرده هم جمع کنه. روندی که در پیش گرفت این بودش که با همکاری بخشی از افراد با تجربه و مدیران با تجربه در واقع این ماموریت رو پیش ببره. بله، ماموریت چه در بخش پرتابگر، چه در بخش ساخت ماهواره و چه در بخش مدیریت، همکاری بین‌المللی هست، به خصوص با همکاری عمده با دانشگاه کلرادو و دانشگاه آریزونا داره. اما به نظر میاد در معماری ماموریت طراحی شده که در تمام بخش‌هایی که همکاری صورت می‌گیره خرید ماموریت نیستش، یعنی به این معنا نیستش که اینا فقط کانترکت بدن یا قرارداد ببندن، کسی دیگه این کار رو انجام بده. تربیت نیروی متخصص در واقع بخشی از این هدف بوده. ساخت این مدارگرد فرصتی هم برای زنان محقق اماراتی پدید آورد. اکثریت در تیم علمی ماموریت با زنان بود. مأموریت مدارگرد امید با مأموریت‌هایی که تا به حال انجام شده تفاوت داره. پیش از این بیشتر تمرکز روی مطالعه قطب‌های مریخ بوده، اما مدارگرد امید افق دید ما رو از سیاره سرخ گسترش میده. قراره نقشه‌ای از تغییرات جوی کل سیاره تهیه کنه. قرار است امید یا عمل 7 ماه دیگر و همزمان با 50مین سالگرد تأسیس امارات متحده عربی به سیاره سرخ برسد. اگر ماموریت موفق بشه، اون موقع داده‌ای که تعیین می‌کنه و به دست میاره و به زمین میفرسته فراتر از فقط یک در واقع موفقیت حالا تکنولوژی یا سیاسی برای امارات خواهد بود. جامعه علمی میتونه استفاده کنه. همینطور قول دادن که برای اولین بار تو ماموریت فضایی تمام داده‌های دریافتی بدون در واقع اون محدودیت قرنطینه بلافاصله در اختیار جامعه علمی قرار بگیره و در واقع همه بتونن روش کار کنن. علاوه بر دستاوردهای علمی، مدیران پروژه میگویند قصدشان از فرستادن امید باز کردن افق‌های تازه پیش روی نسل آینده است. نعیمه نامجو، BBC. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو میتونید بر روی وبسایت و کانال یوتیوب ما ببینید. ممنون از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.